نظر به تصویری که در زیر است چند دانه جواب سروی دارای این خون مثبت صفر می باشد. چند دانه آن دارای خونه منفی صفر می باشد. این گونه تصویر وسیله است. برای نشان دادن اطلاعات همراه با تصاویر که به یک شکل مربوط اطلاعات می شود. بناهند در این قسمت یک مقدار تصاویر از قطرات خون برای ما داده شده است. و برای ما میگوید که هر قطره ای از خون در این تصویر نمایندگی از هشت نفر می کند و می توانید که به این شکل می خیاسی گرافان را نشان دهید هر کدام از اینها همان هشت نفر است طور مثال اگر بگویید که چند نفر دارای خون مثبت ای می باشد این یک دو سه چهار پنج شش هفت قطره خون خواهد بود اما هر کدام از آن قطرات خون نمایندگی از هشت نفر می کند بنابراین پنج و شش نفر دارای خون مثبت ای می باشد اما بیایید به سوال اصلی که از ما پرسیده شده است بپردازیم چند پاسخ سروه دارای مثبت صفر می باشد. پس این صفر است و حالا توجه به مثبت صفر داریم. پس ما داریم یک قطره خون. می خواهیم آن را با یک رنگ متفاوت انجام دهیم. ما یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت قطره خون داریم. هشت قطره خون داریم. آن را به شکل نقل قول انجام می دهم چرا که آنها تصاویر قطره هستند. و بعد این مقیاس همان هشت نفر است. اجازه دهید که به این شکل بنویسم. ضرب هشت نفر در هر قطره. و هشت ضرب هشت. هشت ضرب هشت مسأله به شست و چهار می شود. و می توانند که این عدد 64 را در این قسمت بنویسند. 64 نفر دارای خون مثبت صفر می باشد. حالا بیایید که در مورد منفی صفر فکر کنیم. خون منفی صفر. خب این صفر است و در داخل گروپ خون صفر. این منفی صفر است. و ما داریم یک قطره، دو قطره. پس ما داریم دو قطره ضرب هشت نفر در هر قطره. و بنان دو ضرب هشت هر کدام از اینها هشت را نشان می دهد. پس هشت و بعدا شانزده یا دو ضرب هشت مساوی به شانزده می شود. بنابراین شانزده پاسخی سروی دارای نوع خون منفی صفر می باشد. شست و چهاران دارای مثبت صفر می باشد.